سلام دوستان روز بخیر تصمیم گرفتم که از این به بعد خیلی سریعتر بریم سر اصل مطلب که ویدیو کوتاهتر بشه امروز درس هفتم رو داریم اسم وبسایت رو اینجا نوشتم و اسم اینستاگرام اگه ای کسی دوست داشت میتونه ویدیوها رو اونجا خیلی راحت پیدا کنه یا اپلیکیشنمون رو دانلود کنه برای دسترسی سریعتر امروز موضوعمون در مورد اجاره کردن خونه و اینکه مثلا یه جایی ممکنه گرونتر باشه هست بعضی پیشنهاد داده بودن که اول تکس رو یه توضیح کوچیک بدیم تکس میگه که تعداد زیادی در یه بخشای خاصی از شهر همیشه چیز میکنن دنبال خونه میگردن و اونجا مثلا یه خورد فرم شهر خودش رو فرم شهری خودش رو تغییر میده و از دهه های گذشته این اتفاق زیاد داره میفته حتی در حدی که توی روزنامه ها وقتی که میخوان معرفی کنن اسم اون منطقه رو میارن که مثلا اینجا خیلی هایسه خیلی باحاله و اینجور چیزها و مثلا دانشجوها بیشتر اونجا به قولن دنبال خونه میگردن و اینجور چیزها من یه چند کلمه رو اینجا سریع بهتون بگم برای کسایی که مثلا یه خورده به قولن لول زبانشون پایین تره می تر میشه مستعجر میتن فعلش هست میشه اجاره کردن فر میتن فر فقط اولش بیاد فر میتن اجاره دادن فر اول بزرگ بنویسیم فر میتر میشه صاحب خانه این به این شکل میشه مثلا نخ میتر اینش با بزرگ نیستم ان نخ میتر میشه کسی که بعد از شما هم میخواد بیاد اون خونه رو بگیره یا مثلا میگن سویشن میتر حتی کسی که مثلا مثلا دانشجوها میرن یک دو ماه یه جای رو اجاره میدن تو اون حد فاصل و به اون میگن سویشن میتر من هست خب تکسه یه کمی آسون زیاد سخت نیست و تکس رو سریع پیش میگیم زو ایست است وونن وونن فعل مگه نیست چرا این بزرگ نوشته گفتیم که هر فعلی رو شما میتونید با نوشتن حرف اولش بزرگ تبدیل به اسم کنید و همیشه هم آرتیکلش گفتیم چیه؟ دست هست تو درس سه اگر اشتباه نکنم اینو دقیق دا توضیح دادم زوتای توی ایست وونن این دویچلند بچه هایی که مثلا لول آ و این رو چیزا هستن چرا گفته این نگفته این دم او دا این در برای که دویچلند یک اسم هست بدون آرتیکل اسم کشور بدون آرتیکله ولی کلا اگر چیز مثلا لند رو بخوایم در نظر بگیریم دست لند هست همیشه این رو داشته باشیم خب سن فیرتلن سنه همون سن سالون نمایش نمیدونم جایی که روش نمایش اجرا میکنن و اینجور چیزا همون سن صحنه صحنه شاید صحیح ترین فعل باشه کلمه باشه براش با وجود که عربی هست نمیدونم فارسی سلیسش چی میشه فیرتل میشه محله منطقه یه همچین چیزی محله فکر میکنم معنی دقیق تری براش باشه منطقه یه کلمه دیگه براش ده اینم که اومده اینه جمعه میگه یونگ منشن انسانهای جوان جوانان تیهن یعنی تیهن معنی کشیدن میده درسته ولی معنی به قولن اسباب کشی کردن هم میده سن هفت مس مس خالی اگر بگیم مص یعنی اندازه سن اندازه گرفتن اینجوری خب هفت گفتیم اول ک... هفت خودش کلمه یه هفت به تنهایی معنی مسئولیت میده سن حتما شنیدین هفت فلیشت فرزشگون یعنی بیمه مسئولیت هفت فلیشت فرز شغون. اوکی پس اینم شد مسئولیت ولی اینجا ماسن هفت یعنی به حجم زیاد یک حجم زیادی مثلا میگن ماسن هفت منشن زیند آفت اشتخاصن این تهران یعنی یه حجم گسترده و زیادی از انسان ها توی خیابون هستن در شهر تهران ماسن هفت این دی گروس شتیته بچه ها ببینین سی اسباب کشی کردنه درسته یه چیزی است که از نقطه آ به نقطه ب منتقل میشید به خاطر همین فعل آکوزاتیو هستش پس میشه این دی گروس گروس در واقع گروس یا دوپل اس معنی بزرگ میده دیگه این همه میدونیم درسته ولی وقتی میخوایم بگیم کلان شهرها مثلا میگن تبریز، تهران، اصفهان، شیراز اینا کلان شهر هستن مثلا کابل، هرات اینا کلان شهرهای کشور افغانستان هستن به خاطر همین اینو بهش میگن کلان شهر یعنی شهرهای با جمعیت زیاد مثل برلین، مثل هامبورگ، مثل برمن بهش میگن گوزشتیتن اون دوات و آنجا این گنز بشتیمته یعنی گنس مشخص اینجا منظیر رو مشخص میده ganz بش... ببخشید این گانس بشتیمت معنی کاملا مشخص میده این معنی کاملا کاملا بشتیمت در اینا سیهن اینه دیگه دوباره این گیگندن گیگن خالی میدونیم گیگن میشه علیه مخالفه زده ولی گیگن میشه منطقه دوباره محله یک مثلا بگیم تو تعریف های شهرسازی مثلا میگن مرکز محله محله و اینجور چیزها این یک منطقه خاصه مثلا چه میدونم اهل هر جا مثلا شیراز باشه مثلا بگیم منطقه نمازی وسال مثلا تهران باشیم بگیم مثلا همه میرن سمت درواز دولت نمیدونم از شهرهای دیگه خبر ندارم مثلا چه میدونم باشه بگیم مثلا همه رفتن جی اوکی این میشه این گیگند اون قسمت از شهر بعد این من تکس رو عوض کردم یادگیری مثلا یادگیری که ما باشیم یعنی یادگیری یا ایک یا نمیدونم ویا حالا چون یادگیری یک شخص هست و به سوم شخص نیاز داریم میشه شتلت برای که میخوام فرشتیلن کنم فرشتیلن یعنی معرفی کردن یادگیری شتلت این این اکسکلوزیو آوزویتون میشه منحصر به فرد خاص چرا میگه منحصر به فرد خاصه؟ میگه یعنی ما به گزینه های خاصی میخواییم به قولن توجه کنیم نمیذاریم خاص آسویتونگ میشه ارزش گذاری میگه به ارزش های خاصی به نکات خاصی میخواییم توجه کنیم یه لحظه بزنم ببینم آسویتونگ معنی بهتر شد. براش پیدا کنم مثلا ارزیابی یا نمیدونم یه همچین چیزی فکر کنم ارزیابی معنی مناسبی داشته باشه آسورتون دویتلند سین این سین یعنی محلهایی که مثلا خیلی مرتوجه هستن دوست دارن ای مردم توش امتسیه کنن مثلا کسایی که برلین هستن این چیزها رو خوب میفهمن یه جاهایی ارزون باحال کافه ها هستن خیلی اتفاقا میفته پارتی هست نمیدونم اینجور چیزا دانشجوها دوست دارن یا مثلا یه منطقه ای هست دائم چیزای هنری و اینجور چیزها هست تو دوسلدورف سمت مثلا دقن دو و اینجور چیزا همه هنرمندا هم اونجا جمع شده این فورم که به شتلن فور شتلن برمیگرده اون سایت میگه این اوسورتونگ ما سایت میکنه نشان میدهن وی تایر دس وی تو یعنی تا چه هست تا چه اندازه چقدر دسوونن میبینین این همون چیز که خدمت من از کردم هم اول کار دسوونن زندگی کردن به صورت اسمی دوات آنجا هست یه قیمت زندگی چقدر هست گنز اندرس زید دست ایرن فلد شتاد بیلد هایت آوز یکی کاملا متفاوت آسین به نظر آمدن من بریم آسین رو یک کوچولو اینجا توضیح بدیم آس ذهن به نظر آمدن سن میگیم که دوزیست هایت میده آس یعنی امروز خسته به نظر میای. جای صفت هرچی بذارین گود آوز خوب به نظر میایم مثلا موقعی میخواین از این نفر تعریف کنین امروز خیلی خوشگل شدی زیست هایت به زندست گود آوز اینجوری بگیم بهتر یعنی خیلی خاص خوشکل شدی یعنی همیشه خوشگل هستی ولی خیلی خاص خوشگل شدی اگر فقط بهش بگیم زیست هایت گود آوز یعنی روزه قبل خوب به نظر نمیرسیدی انگاری یعنی میدونم میده گود بلاس بلس یعنی رنگ پریده نت آوس مهربان دوست داشتنی نمیدونم تاوش آوس ناراحت غمگین میگه که این دست ارن فلدر یعنی اون منطقه هایی که به قولن زن شوهرام میشینن و اینجور چیزها فلدر شتاد بیلد شتاد بیلد میگه چهره شهر بیلد معنی ظاهر چهره ولی اینجا مثلا ما توی فارسی میگیم چهره شهری متفاوته مثلا منطقه هایی که مثلا میگفتن چه میدونم اینجا خونه های سازمانیه نمیدونم جانبازان شوهر خانواده شهدا هست نمیدونم پاسدارا هست نمیدونم اینجور چیزها داشتیم مثلا میگم اونجا شتاد بیلد یه چیز دیگه از خانم هم مثلا چادر دارن فرق میکنه یه همچین مفهومی رو میخواد برسون هیپ کلوپس، یعنی کلوپ های هیپی توی برلین خیلی زیاده اون کافیز و چایخانه ها یا همون کافه ها بچه راستی یه چیز خیلی مهم بهتون بگم توی ایران ما جایی که میرفتیم کافه می و اینجور چیزها رو بهش میگفتیم کافه شاپ تو کافه شاپ اگر بگیم مثلا میخوایم بریم کافه شاپ توی اروپا یعنی میخوایم بریم مواد بخریم فقط تو هلند موجود داره جایی که مواد مخدر آزاده نگین یه وقتی میخوایم بریم کافه شاپ چون میگن ای میخواد بریم مواد بکشه اونا هم نمیدونم سن از روی ندونستن که داریم میگیم میگن ای وا این کارش درست نیست کافیز هاب این اندستری این برانژ برانچه یا انگلیسیش سن میشه شاخه های یا بخش های صنعتی میگه کیپ کلوبس اند کافه این اندستری برانجن به ولکت میگه که چجوری بگم میگه که اون کافه ها و هیپی کلاب ها اون بخش های سنتی اون شاخه های صنعتی رو پوشش دادن مثلا اونجا همه رفتن اونجا دارن زندگی میکنن به والکن اونم به معنی فارسی خوب به نظرم میاد اینجا من چجوری توصیفش کرده به وال بالکن بچه اگر کسی دوست داره میتونه از دودن استفاده کنه هر کلمه رو نمیدونی بزنین در سین دودن خودش میاد به والکر مثلا مسکونی کردن یا همچین مفهوم های انگار داره میده مسکونی کردن یعنی اون قسمت های صنعتی رو برشتن مسکونی کردن اینقدر که آدم ها دارن توش اونجا زندگی میکنن خب خیلی کارخونه ها تو آلمان بودی که الان دیگه نیازی بهش نیست رفتن بیرون از کشور یا بیرون از شهر گونستیگه میت پرایزه گونستیش میشه ارزان این A که بهش گرفته به خاطر این میت پرایزه از پرایز در پرایزه پرایزه قیمت ها در واقع ای جمعه میت پرایزه یعنی قیمت اجاره ها میگه قیمت اجاره های ارزان و دی سنترال لاگه لاگه میشه موقعیت دقیق ترین معنی براش موقعیت سنترال میشه مرکزی موقعیت مرکزی و قیمت پایین و اینجور چیزها دستشتهاد تایلز این گنتیبه در تایل گنتیوش میشه تایلز دوی جمع شتاد دیر شتاد شهر میگه که قیمت موقعیت اون شتاد تایلز یعنی بخشهای شهری اون قسمت بخشهای شهری زوگن این تن فگنگنن یا زنتن کراتیو و ستودنتن زوگن این گذشته پریتریتوم سیهنه یعنی اسباب کشی میکردن اونجا میرفتن زندگی میکردن این دن فگنگنن یا اینو اینا همینجوری حفظش کنیم خاطر گرامه رو شاید بخوام توضیح بدیم ده دقیقه طول میکشه این دن فگنگنن یا فقط کوتاه بگم در سالهای گذشته یعنی دهه های گذشته این یا سنتن یا میشه دهه ده میشه ده. ده می دیگه درسته اینم معنی کل کلمه میشه دهه یعنی هر ده سال ده سال فگنگنن گذشته اینو همینجوری افزش کنین این فگنگنن یا یه نامه بخوایم بنویسین فرض کنین یه مثلا تو امتحانتون همینو کامل درست بنویسین هولش کلی افتادین جلو این فگنگنن یا کراتیو یعنی کسایی که مثلا هنرمندا و اینجور چیزا کراتیو زن یعنی خالق باشن کسایی که خلق میکنن موقعی که میخوان بگن یه نفر هنرمند هنرمند خب هنرش رو خلق میکنه حالا معمار باشه مجسم ساز باشه هر چیزی باشه اینا خالق هستن یه اون کسایی که خالق هستن و ستودنتن دانشان دانشجویان ان ان سیهن فعلش بوده فعل جدا شدنی هم هست بچه من خودم تکنیکم این بود موقعی که داشتم این فعلها رو یاد میگرفتم موقعی که میخواستم بدونم که این فعل جدا شدنیه و نمیداشتم مثلا فعل جدا شدنی هست و فلان اینا موقع فعل جدا شدنی بود اینجوری نوشتم ان سی این سلشی که میذاشتم خط کجی که میذاشتم نشونه این بود که این فعل جدا شدنی هست دیگه تو ذهنم میموند ان سوگن میشه پریتریتومش حالا کسی لیولش چیزی نیست که سطح زبانش نمیدونه پرتریتوم یعنی چی چیز از دست نداد خیلی نگران نباشی مهم نیست دی دست اه مالیگه دی منظورش به اون سالها هست دست اه مالیگه آبایت فیرتل دست فیرتل هست خاطر همین شده دست اینجا اومده اینا صفتن اه مالیگه صفته در واقع زمانه ببخشید آن موقعی آن موقع ها قدیما اعمالیش آن زمان آن موقع دست اعمالیگه آبایت فیتل فی یعنی منطقه های منظرت میخوام عربایتر فیتل عربایتر میشه کارگر منطقه منطقه های کارگری کسایی که مثلا به قولن خونه مسکونیه چیش میگن سازمانی کارگری بهشون دادن مثلا اینو شاه آورد دیگه از همین توی آلمان آورد که مثلا میگفت کارگر با نزدیک خونش کار کنه اومدن مثلا نزدیک اونجا براشون خونه های سازمانی ساختن میشه منطقه این اینه کیدز کیدز یه کلمه ای که انگاری مثلا اختراع شده تو کل و اینا میگنش مثلا میگن با حال میخوام یه همچین چیزی مثلا کول cool بگی این einen کیدز فواندلتن verwandeln Ver ببینین یه چیزی اگر از فرم آ به فرم ب تغییر بکنه میگن فرواندن شد نه اینکه مثلا شیشه بشکنه بهش میگن فرواندن شد شیشه ها نه مثلا گاز تبدیل به آب بشه نمیدونم نفت رو بکنیم بنزین میشه فرواندن کردن یعنی از آب به اون متریال رو تغییر دادیم بعد اینجا میگه که اینا از اون منطقه های فیرتلی به این کیتز، به این چیزهای بحال فروندل شدن در دویچلند وید فیل زینه که الاترناتیو کلتورتزن بکنده است در میخواد بگیر که اون چیزها این کیتسه که اون منطقه های بحال دویچلند دویچلند وید سنگان میگین که ایران وید افغانستان وید یعنی سر تا سر آلمان سن میگیم که ما میخوایم این جنس رو تو سرتاسر سر آلمان پخش کنیم میگن که وی نمیدونم دیزز... دیز زخه این دویچلند وایت یعنی سرتاسر سر آلمان فتایلن یا هر چیز دیگه فی زین الٹرناتیو کلتور سینه بکند برای زینه میشه مالش اون چون اینجا زین این ا به آرتیکل این برمیگرده سنه همون گفتیم صحنه کلتور صحنه های فرهنگیشون شون الटरनेटیو مثلا الटरनेटیو و چه فارسی براش پیدا نکردم کسی میدونه بنویسه الटरनेटیو هم تو انگلیسی داشتیم هم تو لاتین داشتیم نمیدونم هم تو همه زبان ها این الटरनेटیو الटरनेटیو مثلا مورد مثلا گفتیم مورد توی فارسی بهش اگر اشتباه نکنم مورد فرهنگیش به کنتیس. کام این اندقه کم سری میگمش چون ویدیومون داره خیلی طولانی میشه کام این اندقه کل نشتر یعنی به ندرت یک دیگر قسمت شهری منطقه شهری کل بومت یعنی بام اکسپلودیت جوری یعنی منفجر میشه بوم مثل سر بوم این فگانگنن در دوباره شد همین این دن فگنگنن یرن یرسنتن بود اینجا شد یرن در سالهای گذشته زوزر وی انقدر زیاد همانند ارنفلد زگت این بهوونا یعنی هیچ منطقه‌ای به اندازه ارنفلد توی کل به اندازه ارنفلد اینجوری یه اوت سر صدا نکرد که مثلا همه دوستش باشن توش اون سین کنن این, این سری میگیم یونگ منشن انسان های جوان سین سی مسن هف او این داره یه ای تکرار میشه این تکسه اوکی امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه یک بار دیگه من معرفی کنم اسم وبسایتمون یادگیری پونکت ده هست اسم اینستاگرام اونم یادگیری پونکت هست تو هر کدومش بیاین خوشحال میشیم و میتونین اپلیکیشن رو هم دانلود کنین ویدیوها رو خیلی راحت داشته باشین اپلیکیشن هم مثلا به این شکل هست که شما میان اینجا و اپلیکیشن درس 5 درس 4 درس 3 و حسن خیلی خوبی که بهتون میده مثلا میریم درس 5 ویدیو رو اینجا خیلی راحت میتونید کلیک کنید و تکسی رو که میخواین بررسی کنیم زیرش داشته باشین تکسر رو کپی پیس نمیتونید بکنید ولی به هر حال تکسر رو میتونید ببینید یه موقع مثلا توی قطار چیزی هست یه نگاه بهش میندازین گرامرها کلمات این چیزا دوباره براتون تداعی میشه خیلی روز خوبی داشته باشین اگر روز میبینیدش شب خوبی داشته باشین اگر شب میبینیدش و تا برنامه بعد خداحافظ